آهنگ امشب. گفتگو با مرحشین الله یاری، هنرمند نوآور و فعال فرهنگی. تلاش برای ارتباط میان هنرمندان ایرانی و آمریکایی در چارچوب یک پروژه مشترک هنری. بازتاب سفر آنجلینا جولی و براد پیت به سارایوو، پایتخت بوسنی هرزگوین. آنجلینا جولی جایزه افتخاری جشنواره بین‌المللی فیلم سارایوو را دریافت کرد. و در گزارش هنری بهنام ناطقی، نگاهی به گروه راک انگلیسی وایلد بیستز به مناسبت کنسرت‌های هفته پیش آنها در نیویورک و چند شهر دیگر آمریکا. مصاحبه با اعضای گروهی که منتقدها آنها را اندیشمندانه ترین و مسحور کننده ترین گروه راک معاصر انگلیس لقب دادند. سلام و عرض ادب دارم به شما بینندگان عزیز و ارجمند صدای آمریکا. من بهنود مکری میزبان شما در شباهنگ هستم. امشب هم برنامه جذاب و متنوعی رو براتون در نظر گرفتیم و به نقاط مختلف جهان سفر میکنیم. امیدوارم شما عزیزان هم وقت و فرصت همراهی با ما رو تا ثانیه های پایانی داشته باشید. خانم ها، آقایان، به شباهنگ خوش آمدید. شباهنگ رو با حرف اول آغاز میکنیم. امشب نگاهی داریم به چند خبر کوتاه و متنوع از لیبی، ژاپن، بولیوی و آمریکا. با آغاز ماه رمضان، بازرگانان بنغازی، شهر تحت کنترل نیروهای مخالف دولتی در لیبی، متعهد شدن قضای نیروهای رزمی خود را در جبهه‌های جنگ با رهبر لیبی معمر قذافی تأمین کنند. آشپزخانه‌ای که برای این منظور در بنغازی راه اندازی شده است با کمک 60 داوطلب اداره می شود و روزانه 22 هزار وعده غذا به اردوگاه‌های جنگجویان ضد دولتی ارسال می کند. گروهی از بومیان بولیوی مراسم قربانی برای مام زمین را برگزار کردند. یکی از پیروان این آیین می گوید در قبال هر آنچه برای مام زمین قربانی کنید، معادل آن برایتان باز می گردد. اگر خانه قربانی کنید، خانه نصیبتان خواهد شد و هر سال نعمتهایی که ارزانی می شوند از سال قبل بهتر خواهند بود. پیروان این آیین تصمیم گرفتند امسال یک لاما در این مراسم قربانی کنند. 10 زوج در یک مراسم دست جمعی در ژاپن ازدواج کردند. اکثر این زوجها از منطقه فوکوشیما هستند که مجبور شدند ازدواج خود را در پی زلزله و سونامی مرگبار در ماه مارس سال جاری به تعویق بیاندازند. گرچه عروسی شادی‌آور است، اما این عروسی گروهی در حین شادی فرصتی بود برای یادآوری و تجلیل از هزاران نفری که در بلایای طبیعی ماه مارس قربانی شدند. و سرانجام اینکه سی‌سی اسپیسیک 2443 ستاره پیاده روی مشاهیر هالیوود شد. سی‌سی اسپیسیک از اوائل دهه 70 میلادی با بازی در فیلم پرایم کات درخشید. او نامزد 5 جایزه اسکار شد و در سال 1981 برای بازی در فیلم کول ماینرز داتر که در نقش لورتا لین خواننده موسیقی کانتری ظاهر شد جایزه اسکار گرفت. سی‌سی اسپیسیک چهره دائمی در سریال بیگ لاو بود که از شبکه تلویزیونی HBO پخش شد. بریم به سراغ ورزش. چند سالیه که مسابقات بسکتبال لیگ آمریکا و یا NBA از طریق شبکه‌های مختلف تلویزیونی پخش میشه و به تبع طرفدارای زیادی هم در بسیاری از کشورهای جهان داره.
یکی از این کشورها چینه. هر سال گروهی از ستارگان NBA به اون کشور میرن و در برنامه‌های مختلف ورزشی و فرهنگی شرکت میکنن. در گزارش بعدی نگاهی داریم به یکی از همین سفرها. با وجود قوانین جدیدی که برای مقابله با خشونت علیه حیوانات در بوسنی و هرزگوین تصویب شده، مسابقات گاوبازی در اون کشور همچنان ادامه داره. گاوبازی تاریخی 200 ساله در بوسنی هرزگوین داره و یکی از سرگرمی‌های مورد علاقه مردمه. گروهی از دوستداران حیوانات تلاش کردند تا با وضع قوانینی تازه گاوبازی رو ممنوع کنن، البته موفق نشدن. سازمان دهندگان این بازی‌ها با ایجاد تغییراتی در این مسابقات ضمن حفظ هیجان گاوبازی از میزان خشونت اون هم تا حد زیادی کم کردن. بریم ببینیم جریان چیه. گاوهای عظیم الجثه شاخهای خود را به یکدیگر گیر می اندازند و سعی می کنند گاو مقابل را به تسلیم شدن وادار کنند. اینجا در این زمین باز در نزدیکی روستای کولجانوویچ که نیم ساعت با سارایوو فاصله دارد، هزاران نفر برای تماشای این بازی جمع شدند. گاوبازی در بوسنی هرزگوین آنچنان محبوب است که گاهی بیش از 100,000 نفر از سراسر بوسنی برای تماشای آن جمع می شوند. اما با وجود این علاقمندی نمایان، مقام‌های بوسنی در چند سال اخیر سعی داشتند تحت قوانین مقابله با خشونت علیه حیوانات گاوبازی را منع کنند. سازمان دهندگان این بازی‌ها و صاحبان گاوها اما روشی برای مصالحه یافتند. نیزامیر جالوویچ از جمله گاودارانی است که حیوانش در این مسابقات شرکت دارد. قبلا شاخ گاوها رو مثل سوزن تیز می‌کردن و گاوها مثل گاوهای اسپانیایی همدیگر رو می‌زدن، اما الان دیگه هیچ خونی تو محوطه نمی‌ریزه و گاوها برای مدت طولانی‌تری دعوا می‌کنن و واقعا تماشاش لذت بیشتری داره. مسابقات گاوبازی در بوسنی قدمت طولانی دارد و علاقمندان به آن خواهان ادامه بازی‌ها بودند. پیشتر صاحبان گاوها قبل از بازی شاخ گاوها را تیز کرده و یا دنباله‌های آهنی به آن اضافه می‌کردند. همچنین با کتک زدن گاوها پیش از آغاز بازی آنها را عصبانی و خشن‌تر می‌کردند. گاوداران در بوسنی منع گاوبازی در کاتالونیای اسپانیا را دنبال کردند. هیداجت کاچکاویک که صاحب یکی از گاوهای قهرمان این بازی هاست. قانونی که تصویب شد برای گاوها و گاودارها خیلی بهتره. بر اساس قانون جدید اصلا احتمال زخم شدن گاو در کار نیست. شاخهای اونا تیز نمیشه، هیچ شاخی هم اضافه نمیشه و برای دعوا تحریک نمیشن. گاوها فقط وارد محوطه میشن، تنها صاحبانشون اونجان و فقط اگه بخوان به هم سر میکوبن. این قانون تنها قانون طبیعت رو نوشته. رینگو گاو آقای کاچکاویک تاکنون 37 بار رقابت کرده و تنها 3 بار شکست خورده است. این بازی اما شکست دیگری برای رینگوی 10 ساله به همراه داشت. با وجودی که برخی از تماشاگران فریاد می‌کشیدند وقتش رسیده که این حیوان سوسیس شود، آقای کاچکاویک تأکید دارد حیوانش در مزرعه و به مرگ طبیعی خواهد مرد. گشت و گذار خودمون رو در قاره سرسبز اروپا ادامه میدیم. برگزاری نمایشگاهی از اتومبیل‌ها، کامیون‌ها و موتورسیکلت‌های دهه 20 و 30 میلادی با استقبال فراوانی هم از سوی دوستداران اتومبیل‌های کلاسیک در لهستان همراه شده. همراه با شما عزیزان سری به این نمایشگاه می‌زنیم. روزی روزگار این اتومبیل‌های کلاسیک به عنوان وسیله نقلیه در خیابان‌های لهستان مورد استفاده شهروندان آن کشور بودند. اینک نیست با گذشت یک قرن این اتومبیل ها دوباره در قالب این نمایشگاه در معرض دید عموم و به ویژه مشتاقان اتومبیل های کلاسیک قرار گرفتند. این نخستین بار است که 100 اتومبیل، کامیون و موتورسیکلت متعلق به دوره جنگ داخلی لهستان در دهه 20 و 30 میلادی در این مکان گردآوری شدند. آرتور هافمن از باشگاه اتومبیل راکلاف میگوید بسیاری از این اتومبیل ها مارک های خارجی را شامل می شوند، اما با این تفاوت که در لهستان ساخته شده. هافمن می افزاید ما سعی کردیم اتومبیل ها و حتی موتورسیکلت های کلاسیک زیبایی را جمع آوری کنیم، مانند فیات 508، فیات 518، ژیان و شورولت که پیش از جنگ در لهستان ساخته شدند. از زمانی که این کامیون در خیابان های لهستان استفاده می شد مدت زیادی نمی گذرد.
بقیه اتومبیل ها در نمایشگاه نیز بسیار کمیاب و نادر هستند. رانندگان اتومبیل های کلاسیک از جمله مدل های کلاسیک اتومبیل رویس رویس و بنتلی از سراسر لهستان به این نمایشگاه که 3 روز به طول می انجامد آمدند. در راستای تجلیل از این اتومبیل های کلاسیک، مالکان اتومبیل ها در مسیر قدیمی قلعه توپاکس که به مرکز پایتخت وصل می شود رانندگی می کنند. یکی از اتومبیل هایی که نظر بسیاری را به خود جلب کرد BMW کروکی است. جک بلام از نمایشگاه اتومبیل راکلاف میگوید این اتومبیل در جمهوری دموکراتیک پیشین آلمان ساخته شده است. مدل کروکی و یا بدون سقف آن پس از سال 1949 و با اسم MMW ساخته شد. با این تفاوت که مارک اتومبیل BMW آبی و سفید است، در حالی که مارک MMW قرمز و سفید است. به گفته ی هافمن، 40 موتورسیکلت کلاسیک متعلق به دوران جنگ جهانی دوم نیز در این نمایشگاه حضور دارند. گزارشی از صدای آمریکا، واشنگتن دی سی. امشب با مرهشین اللهیاری، هنرمند و فعال فرهنگی گفتگو میکنم. او پس از دریافت مدرک کارشناسیش در رشته علوم رسانه از دانشگاه تهران، چند سالی است که برای ادامه تحصیل در زمینه رسانه‌های نوین و دیجیتال به آمریکا آمده. مرهشین مدتیه که تلاش‌هایی رو برای ارتباط میان هنرمندان ایرانی و آمریکایی آغاز کرده و با چند سازمان فرهنگی و مرکز آموزشی هر آمریکا همکاری میکنه. آنجا اینجاست انیمیشنی تازه از مرهشین اللهیاریه که به رویدادهای اخیر ایران میپردازه. انیمیشنی که با استقبال مناسبی هم از سوی کارشناسان همراه شده. به لس آنجلس میریم تا گفتگوی امشب رو آغاز کنیم. مرهشین اللهیاری، به سلام میکنم و درود میفرستم. مرسی از اینکه با ما همراه هستی. سلام بهنو جان، مرسی از دعوت شما. خب من اشاره کردم به یه پروژه مشترک فرهنگی که شما آغاز کردید بین هنرمندان ایرانی و آمریکایی. سپاسگزار میشم برامون توضیح بدی اصلا چرا به فکر چنین طرح و برنامه افتادی، چه انگیزه ای داشتی؟ والا فهم کنم که انگیزه اصلی که داشتم این بودش که وقتی اومدم آمریکا تو سال 2007، برام زندگی کردن توی اینجا مثلا یه سری خب چیزای مثبت داشت، ولی یه چیزی که برام جالب بود و خب یکم آزاردهنده بود این بودش که همیشه وقتی مثلا میگفتم مثلا ایرانی هستم یا از ایران اومدم یا وقتی حرف از ایران میشد، در واقع مثلا افکار غالبی که خب خیلی از آمریکایی راجع به ایران دارن همیشه مثلا موضوع بحثش پیش میومد و یه سری سوال مثلا عجیب غریب میپرسیدم، مثلا اینکه مثلا تو ایران مگه تو ایران برف میاد، یا اینکه مثلا تو چه جوری مثلا زبان انگلیسی اصلا یاد گرفتی، مگه زن ها مثلا میتونن برن اونجا دانشگاه و غیره. که وقتی که رسانه آمریکا هم نگاه میکنی خب این قضیه همیشه روش هستش که بیشتر همیشه فقط بحث سیاسته و اون بخش منفی جامعه ایرانی بیشتر نشون داده میشه. این فکر میکنم یه دلیل اصلی بود برای اینکه بخوام این پروژه رو شروع کنم و بخوام از طریق کنار هم آوردن هنرمندای ایرانی و آمریکایی و اینکه با هم دیگه یه سری پروژه های اشتراکی انجام بدم، یه در واقع کار رو شروع بکنم که از اون طریق این هنرمندا بتونن با هم دیگه دیالوگ داشته باشن، یعنی که از طریق هنر و این کار اشتراکی بتونن با هم دیگه گفتگو بکنن و بتونن بخش مثبت و بیشتر در واقع فرهنگی جامعه همدیگر رو هم ببینن و اینکه شاید در واقع بتونیم به هم دیگه بیشتر به عنوان هنرمند و انسان نگاه کنیم، به عنوان ملیت نگاه کنیم، تا اینکه بیشتر همش اون در واقع سیاست دخیل باشه تو این نگاهی که داریم به هم دیگه. خب تو چند سالیه که از ایران اومدی؟ پرسش برای من هست که خودت به عنوان یه هنرمند ایرانی چه چیزی از زندگی آمریکایی برای جالب بود؟ چه نکاتی بود که وقتی در ایران زندگی میکردی چندان بهش فکر نمیکردی یا توجه خاصی بهش نداشتی ولی در اینجا برای جالب بود؟ والا خب میگم که زندگی کردن اینجا خب همیشه فرق داره با اینکه مثلا بیای مسافرت یا مثلا برگردی. و چیزی که خب مثلا جالب بود در واقع مثلا به عنوان هنرمند مثلا چیزی که مثلا جالب بود
و شاید هم این در واقع دلیلی بودش که مثلا بخوام مثلا بیشتر رو هنر اشتراکی یا همون کلابریتیو آرت تمرکز کنم توی کارم، این بودش که مثلا توی دانشگاه ها در واقع کار گروهی روش مثلا خیلی تاکید میشد و مدلی که هنرمندا با هم دیگه کار میکردن یعنی شاید متفاوت بود یه جوری از ایران. ولی یه چیز دیگه هم که واسم جالب بود، شاید حالا این خیلی ربطی دقیقاً به جامعه آمریکایی نداشته باشه، ولی اون چیزی که تو زندگی خودم خیلی فرق کرد، یه چیزی که توی ایران شاید اصلا بهش مثلا فکر نمیکردم و اینجا شروع کردم بهش فکر کردن، یکی این مفهوم تعلق داشتن بود، مفهوم خانه بود، اینکه در واقع چه مکانی هست که میشه بهش حس تعلق داشت، که من فکر می‌کنم که هم من هم خیلی از کسایی که هم نسل من هستن و میان خارج از ایران با این دغدغه‌شون میشه، اینکه به کجا واقعا تعلق داریم. چون شاید وقتی تو ایران هستی به خیلی احساس می‌کنی که به خیلی چیزا تعلق نداری و وقتی هم که میای اینجا همیشه خارجی میمونی. این هم یه چیز دیگه بود و یه سه کوتاه دیگه هم که میخواستم بگم این بودش که در واقع موضوعات کاریم خیلی تغییر کرد، یعنی شاید وقتی تو ایران بودم بیشتر راجع به دغدغه زندگی روزمره تو ایران کار میکردم و موضوعات روی این قضیه فکر یعنی کار میکردم که در واقع اون فاصله ای که از ایران گرفتم و حالا این مفاهیم جدیدی که با این فاصله توی زندگیم به وجود اومده، که بگم آگاه بودن به این قضیه شاید خیلی مهم باشه، این که به این قضیه آگاه باشیم که نباید ادعا داشته باشیم که واقعا دیگه به جامعه ایرانی نه که تعلق نداشته باشیم، ولی واقعا دیگه اون دردا و اینا رو هر روز حس نمی کنیم. همینم یه چیز دیگه بود که متفاوت بود. برای اینکه بینندگان عزیز ما یه مقدار با جزئیات بیشتر این طرح فرهنگی و هنری مشترک آشنا بشن، میخوام ازت خواهش کنم کوتاه درباره جزئیات اون توضیح بدید. چطور هنرمندا رو پیدا میکنین؟ اینا اصلا چگونه با هم در ارتباطن و تماس میگیرن؟ والا پروژه اول که بن اسمش بود آیریس آرت، در واقع هنرمندای اینجا بیشتر بچهای دانشگاهمون بودن که با هم دیگه با یه گروه دیگه از هنرمندا با هم دیگه کمک کردیم که بتونیم 9 نفر هنرمند رو جمع کنیم و توی ایران هم در واقع از طریق دوستایی که اونجا داشتم اونا شروع کردن یه سری از هنرمندا رو اونجا جمع کردن. و توی پروژه دومم که به نام شب تو روز من هم در واقع همین جوری بودش، کسایی که میشناختیم و کاراشون رو میدونستیم و بیشتر دعوت کردیم. و توی هر دو تا این پروژه اگه بخوام به صورت خلاصه توضیح بدم، در واقع هدف اصلی اینه که مثلا تو پروژه آیریس آرت هدفمون این بودش که بتونیم از یه روشی به نام اکسکلوسیو کورپس استفاده کنیم که از اون طریق مثلا هنرمندای ایرانی مثلا یه کار رو شروع میکردن میفرستادن به هنرمندای آمریکایی، هنرمندای آمریکایی اونو کامل میکردن، در واقع دیالوگ از این طریق، و هنرمندای آمریکایی مثلا یه سری پروژه شروع میکردن میفرستادن به ایران که مثلا هنرمندای ایرانی کاملش کنن. و توی پروژه Your Not My Day یا همون شب تو روز منم در واقع همین پروسه یه جوری شبیه، ولی ما داریم در واقع توی این پروژه از گوگل ترنسلیتر استفاده میکنیم که شاید اگه خیلی ها استفاده کرده باشن میدونن که هیچ وقت هیچی درست ازش ترجمه نمیشه، یعنی هرچی میذاری یا اشتباه ترجمه میکنه یا دقیق نیست، و اینا هنرمندا به هم دیگه دستورالعمل میفرستن که اونا رو داخل این گوگل ترنسلیتر میذاریم، مثلا از فارسی به انگلیسی، و اون چیزی که در میاد از داخلش رو در واقع شروع میکنن از اونو استفاده کردن که یه کاری رو شبیه اون یا با توجه به اون یا تفسیر کردنش بسازن. من میدونم که شما چند هفته پیش در یه همایشی، جلسه‌ای که در یکی از دانشگاه‌های آمریکا بوده، درباره همین طرح‌ها صحبت کردی، جلسه پرسش و پاسخی بوده که نکات مختلفی هم در اون مطرح شده، یه مقدار در این باره توضیح بده جزئیات این جلسه چی بود و چه بازتابی شما گرفتی، بازخورد گار چگونه بود؟ والا این تد اکس جزء کنفرانس تد هست که خود تد یه بخش داره به نام گلوبال تد و تد اکس در واقع یه بخش از اونه که این کنفرانس تد در واقع یه سری لایسنس میده به دانشگاه‌های مختلف تو آمریکا و جاهای دیگه دنیا که بتونن این کنفرانس رو اونام تو دانشگاهشون اجرا کنن، که حدود 2000-2500 نفر شرکت کردن توی اون کنفرانس، و من راجع به این چند تا پروژه حرف زدم و اون چیزی که برای خودم خیلی مهم بود این بودش که در واقع بتونم راجع به این افکار غالبی که وجود داره حرف بزنم و اصلا یه جور شاید آگاه سازی و این که دعوت کنم کسای دیگر که به این قضیه فکر کنن که میشه از طریق هنر اشتراک و کار فرهنگی شاید یه سری چیزای کوچیکی رو تغییر داد، شاید نشه خیلی چیزای بزرگ رو تغییر داد، ولی میتونه قدمی باشه واسه تغییر دادن نگاه هایی که به هم دیگه داریم، به خصوص به عنوان ایران و آمریکا.
یکی دیگه از اون پروژه‌هایی که شما مدت‌ها روش کار کردی فیلمی هست، انیمیشنی با نام آنجا اینجاست که خب در جشنواره‌های مختلفی هم به نمایش در اومده، واکنش‌های مثبتی هم گرفته. یه مقدار درباره موضوع این انیمیشن صحبت کن. چرا اصلا یه همچین موضوعی رو برای کارت انتخاب کردی و به جزئیات اون بپرداز، به چه نکاتی اشاره کردی؟ ولی این کار رو من توی سپتامبر 2010 شروع کردم و حدوداً 7 ماه روش کار انجام دادم. شاید کسایی که انیمیشن کار کنم بدونم، به خصوص تنهای کار کردن رو انیمیشن خیلی زمان میبره. درسته مثلا حدود 6 دقیقه از این انیمیشن، ولی خب زمانی که برد خیلی خیلی زیاد بود. و این در واقع راجب همونجوری که از اسمش هست آنجا اینجاست، راجب این رابطه ایه که من فکر می‌کنم با خیلی از دوستا یا دوستایی دارم که چون تو دانشگاه تهران بودن و خیلی هاشون الان توی زندانن. دانشگاه، یعنی تو دانشگاه علوم اجتماعی، یکی از سیاسی ترین دانشکده‌های ایرانه و من خیلی از دوستانم توی زندان هستن و توی مدت 2-3 سال اخیرشون رفتن زندان اومدن بیرون. ولی راجع به این رابطه‌ای که من فکر می‌کنم با خیلی از اونا دارم و یه جور همیشه احساس گناهی که دارم از اینکه اینجام و به هر حال یعنی اون سختی ها رو ندارم و اینکه تو همونجوری که تو انیمیشن میگم همونجا هستی هم نیستی، به خاطر اینکه خودت اینجایی ولی همیشه مثلا فکرت اونجاست، به خصوص وقتی مثلا یه اتفاق مثلا بزرگ مهم میفته. مثلا من خیلی وقت سر کلاس نشستم دارم مثلا از تو لپتاپ نگاه میکنم خبرها چیه تو ایران، یا فیسبوک نگاه میکنم ببینم کی مثلا چی پست میکنه راجع به اون قضیه. را از لحاظ مکانی راجع به اینه آنجا اینجاست و از لحاظ زمانی هم راجع به این قضیه است که اگه به تاریخ ایران نگاه کنیم این استبداد سالها صدها سالی که وجود داشته و درسته که مثلا ماها آرمانامون فرق کرده، چیزایی که میخوایم فرق کرده، ولی یه جورایی اون یعنی زندانی سیاسی بوده. یعنی اون انیمیشن هم اگه که مثلا نگاه کنید با عکس زندانی سیاسی شروع میشه که عکس شاید مال 100 سال پیش باشه، ولی اسم زندانیای سیاسی که الان تو زندان هستن رو صدا میکنه. در واقع بیشتر راجع به این رابطه بود اون کار و فکر میکنم یه جوری توضیح دادن این و این احساس که میدونم که محکومی همیشه به اینکه خودخواهی و ایران ترک کردی، ولی خب نمیدونم تو این شرایط شاید هیچ چاره دیگه هم نداشته باشی. ما شاید حدود یه دقیقه و 20 ثانیه فرصت داشته باشیم، در کجاها به نمایش در اومده و چه استقبالی ازش شده، چه موفقیت هایی تا این لحظه داشته؟ یک ماه دیگه این انیمیشن توی کره جنوبی توی این در واقع فستیوال فیلم و ویدیو کره جنوبی هست. 2 هفته پیش به عنوان بست انیمیتد شورت انتخاب شد توی فیلم فستیوال تو سان فرانسیسکو به نام فروزن فیلم فستیوال. بعد توی برلین 2 تا نمایشگاه داشته، یعنی در واقع نمایشگاه گروهی بوده، و توی یه فستیوال هم به نام برلین اینترنشنال دایرکترز لاونج نشون دادنش. بعد دیگه جاهای دیگه توی کولوناف که در واقع یه فستیوال هر سال برگزار میشه، امسال یه بخشی داشت واسه هنرمندای ایرانی که فکر کنم حدود 6 یا 7 نفر هنرمنده در واقع مثلا ویدیو آرتیست بودن که توش شرکت کرده بودن و اونم جزء اون بود. و توی موزه در واقع آراد آرت میوزیم هم نشونش دادن و توی موزه هنری نیو مکسیکو هم نشونش دادن. مورشین الهیاری از شرکت در برنامه شباهنگ سپاسگزارم، برای آرزو موفقیت میکنم در ادامه این برنامه های فرهنگی و هنری که در پیش گرفتیم. مرسی از شما، ممنون از وقتتون و ممنون از بیننده هاتون. باشه باشه. الان که نه، اینو نگید. We'll be right back.
شما عزیزان میتونید شباهنگ رو از طریق فیسبوک دنبال کنید و نظرات و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو از این طریق با ما در میون بذارید. همین آدرسی که روی صفحه تلویزیون میبینید، facebook.com/بهنودمکری. اما اگر هم اهل توییتر هستید سریع به صفحه من بزنید و از این طریق مختصر و مفید برای ما پیام بفرستید، twitter.com/بهنودمکری. منتظر دریافت نظرات و پیشنهادات و دیدگاه های شما عزیزان هستیم. خب به موضوع دیگری بپردازیم. فصل جدید نمایش های عظیم رقص و ژیمناستیک ایرنگ در کره شمالی آغاز شد. این نمایش ها شامل رقص و ژیمناستیک و هر سال ده ها هزار نفر در اون شرکت میکنن. بریم ببینیم جریان چیه. فصل جدیدی از نمایش عظیم رقص و ژیمناستیک دوشنبه شب در پیونگیانگ شروع شد. این نمایش ایرنگ نام دارد و حدود 100 هزار نفر در آن شرکت می کنند. اغلب حرکات در ستایش رهبران و حکومت کمونیستی این کشور طراحی شده است. به علاوه حرکات دیگری که اتحاد شبه جزیره کره را تبلیغ می کنند. بعضی قسمت ها نرم و سبک هستند و بعضی ها در قالب ژیمناستیک و بندبازی. نام این نمایش ایرنگ برگرفته از یک آهنگ محلی است که در هر دو کره شمالی و جنوبی معروف است. ایرنگ در سال 2002 شروع شد. در 90مین سالگرد تولد کیم ایل سونگ، بنیانگذار کره شمالی، و از آن زمان تا کنون 5 بار برگزار شده است. قرار است امسال نمایش ایرنگ 1 ماه ادامه پیدا کند. قلب سارایوو به آنجلینا جولی داده شد. جشنواره فیلم سارایوو در پایتخت بوسنی هرزگوین روز شنبه جایزه ویژه‌ای را به این هنرپیشه محبوب و پرطرفدار آمریکایی اهدا کرد. گزارشی در این باره. قلب سارایوو برای هنرپیشه محبوب هالیوود. جایزه مخصوص جشنواره فیلم سارایوو به آنجلینا جولی داده شد. دبیر جشنواره از او به خاطر جلب توجه دنیا به آوارگان بوسنی تشکر کرد. آنجلینا جولی به عنوان سفیر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد چندین بار به کشور بوسنی سفر کرده. او به همراه براد پیت به اردوگاه‌های پناهندگان رفت و توانست توجه دنیا را به این آوارگان جلب کند. تو ماشین به براد گفتم میترسم گریم بگیره. خیلی خوشحالم که تو این شهر هستم و تو این کشور زیبا. Lucky enough to experience not just the warmth and the hospitality of the local people, but also your extraordinary talent. Angelina Jolie سال گذشته اولین فیلمش را در بوسنی کارگردانی کرد. در سرزمین خون و عسل، داستان عشق بین یک مرد صرب و یک زن مسلمان بوسنیایی است که در جنگ از هم دور می‌افتند. جشنواره فیلم سارایوو 13 سال پیش کارش را شروع کرد تا ساکنان این شهر جنگ زده را به زندگی عادی برگرداند. حالا هر سال هزاران نفر از شهرهای اطراف برای تماشای فیلم‌های این جشنواره به پایتخت بوسنی می‌آیند. نگار مرتضوی، صدای آمریکا. منفیس، آمریکا. مار بر روی کاپوت اتومبیل تونی و ریچل فیشر، زوج مقیم ایالت تنسی، و پخش ویدیو در یوتیوب. ایواکی، ژاپن. سگ دریایی روباتیک مونس و همدم سالمندان آسیب دیده در زلزله و سونامی ژاپن. بی 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 بی
آرمیش آلمان. شرکت دانش آموزان در مدرسه آموزش یودل، ترانه سرایی سنتی مناطق کوهستانی آلپ و اهدای دیپلم در پایان دوره فراگیری. مادرید، اسپانیا. لغو تور سرتاسری گروه راک کینگز آف لیون در آمریکا به دلیل کسالت خواننده گروه کیلب فالوویل. نشویل آمریکا. اجرای ترانه When You Are Young از گروه راک کانتری Three Doors Down. و در گزارش هنری امشب بهنام ناطقی دیداری داره با اعضای گروه راک انگلیسی وایلد بیست که هفته گذشته در نیویورک و چند شهر دیگر آمریکا برنامه اجرا کردن. خب بهنام، یادم یه شب تو همین برنامه گفتی که تو نیویورک هر شب بیشتر از 40-50 تا گروه راک و جاز برنامه اجرا میکنن. حالا چرا در بین این همه گروه هنرمند به سراغ وایلد بیست رفتی؟ دلیلش ستایش منتقدا بود. باید 20 از جای دورافتاده میان شهرک کندال در شمال غربی بریتانیا، ایالت کامبریا، که زیر 30,000 نفر بیشتر جمعیت نداره. ولی تا دو سال پیش هم وقتی آلبوم دوم باید 20 تو سانگز برای دریافت دو جایزه معتبر مرکوری نامزد شد، اینا قبلش ناشناخته بودن و کسای زیادی جز دور بریا نمیشناختن. اما از وسط سال 2009 کارشون یه دفعه گل کرد، دست کم در بریتانیا و حالا در آمریکا. گروه غیر متعارف وایلد بیست رو منتقد بی بی سی الهام بخش‌ترین، کنجکاوی برانگیزترین و مسحور کننده ترین گروه راک انگلستان می دانه و می نویسد خواهیم دید که آلبوم سوم آنها اسمادر که دو ماه پیش بیرون آمد بهترین آلبوم راک سال 2011 خواهد بود. این تعریف و تمجید که در نوشته های منتقدان دیگر هم نظایرش رو می خوانیم باعث شد که بلیط های دو کنسرتی که وایلد بیست در اینجا در کلوب پواسون روژ نیویورک اجرا کردند هفته گذشته نایاب شود. گروه وایلد بیست رو خواننده و ترانه‌سرای گروه هیدن ثورپ 9 سال پیش در سال 2002 در شهر دورافتاده و آرام و کم جمعیت کندال در ایالت کامبریای انگلستان به وجود آورد، همراه با همشاگردیش در دبیرستان بن لیتل. هیدن ثورپ خواننده و ترانه‌سرای وایلد بیست میگوید همیشه راحت بودند که خلاف جریان آب شنا کنند و کارهای غیر معمول انجام دهند. او وایلد بیست را گروه غیر محتملی میداند، برخواسته از جایی غیر محتمل که همه چیزش عادی و روزمره و بیرنگ است، و میگوید شوق زیادی دارد غیر متعارف بودن در چنین جایی. هیدن ثورپ اشاره دارد که اسم وایلد بیست حیوانات وحشی قرار است درست عکس چیزی باشد که این گروه هست. The name Wild Beast is supposed to suggest completely different to what we are. این ویدیو از ترانه هوتینگ اند هاولینگ یا نعره و زوزه از آلبوم تحسین شده تو دانسرز از سال 2009 است. در موسیقی گروه وایلد بیست ترکیبی است از راک سنگین و متال با راک پیشتاز یا پروگرسیو دهه های 1980 و 1990، اما وجه مشخصه اون جداییش از سبک‌ها و مکتب‌های مد روز است. We did grow up in a very sort of closed place. اینطور میگوید در جای بسته ای بزرگ شدند که خیلی از موسیقی راکی که میدیدند گروه های تقلیدگر بودند و همچنین گروه راکای هیوی متال که خود رو نسبت به اون بیگانه احساس میکردند و حرفی درباره زندگی اونها در موسیقی اینها نبود. او میگوید ولی اونها به طور طنزآمیزی ابتدا همون روش رو برگزیدند. در تحقیق و جستجو در موسیقی دهه‌های قبل و گروه‌های برجسته راک دهه 1990 در آمریکا، اعضای دیگر وایلد بیست، بن لیتل بنیانگذار گروه و نوازنده بیس و کریس تالبوت نوازنده تبها و خواننده دیگر گروه، با هیدن ثورپ همراه بودند.
به سیست گروه بن لیتل میگوید انگیزه کار باحال بودن و پوشیدن لباسهای باحال و دیده شدن در کنار دخترها نیست، بلکه بهترین جنبه کار برای او به وجود آوردن موسیقی است وقتی چارتایی دورن. So is it really autobiographical, some of the experiences that you talk about? I think, you know, it's selective truth. And it's what you don't say which is sort of important is what you do say. هیدن ثروپ میگوید به نظر او داستان ترانه ها حقیقت گزینشی است و اونچه گفته نمی شود هم به همان اندازه اهمیت دارد. و ضمناً وقتی حرفی گفته شد دیگر مال خود آدم نیست. او میگوید فاصله حقیقت و ساختگی خط مبهمی است در این ترانه ها که در آنها البته قلوبگویی هم هست در میان تکه های با ارزشی از حقیقت. But you know, there's embellishments in them, as well, you know, in amongst nuggets of truth. You ترانه مزهش هنوز روی زبان ما میرخصد درباره خاطره یک هماغوشی زیر مهتاب از آلبوم دو رقصنده تو دنسرز، یکی دیگر از تک ترانه‌های آلبوم دوم وایلد بیست که به شهرت ناگهانی آنها در جهان کمک کرد. In a way that sort of our responsibility is to say things that you're not quite allowed to say because the everyday doesn't really deal with them. از دید هیدن ثروپ مسئولیت هنرمند این است که چیزهایی رو بگوید که مجاز نیست، برای اینکه روزمرگی با اون چیزها سر و کار نداره. او دلیل علاقه مردم به کتاب و موسیقی و هنر رو هم تسکین روح میداند که در زندگی روزمره نیست. مادر آلبوم سوم گروه که دو ماه پیش منتشر شد از دید دیوید بیون منتقد مجله پیچ فورک نشان می‌دهد که این گروه همچنان سازش ناپذیر و یک کتاز مانده. از دید جان پارلس منتقد نیویورک تایمز ترانه‌های درونگرای وایلد بیست درباره درد عشق و نیاز و آسیب پذیری روحی با موسیقی همراه می‌شوند که درها را برای دسترسی شنونده باز گذاشته. I think certainly with the first record, Chris Talbot, آهنگساز و خواننده و درامر گروه میگوید در ضبط اولین آلبوم لیمبو پنتو که سال 2008 بیرون آمد، گروه وایلد بیست خود رو به فرمول گروه راک یعنی گیتار و تبل محدود کرده بودند. ولی از آلبوم دوم یعنی آلبوم تو دنسرز سازهای الکترونیک رو هم به سازبندی اضافه کردند و این در آلبوم سوم ادامه دارد. و دیگر در این قید نبودند که بتوانند ترانه ها رو در اجراهای زنده اینن بازسازی کنند و به همین دلیل از هر سازی که در استودیو دم دستشون بود استفاده کردند. گزارش پیش از اینکه پخش بشه گفتی وایلد بیست خیلی دیگه تو بریتانیا کارش درشت، همه جوره ازش تحسین کردن، تشویق شده، ولی تو آمریکا تا چه اندازه شناخته شده است؟ خب مسئول کمپانی صفحه پرکنی دامینو رکوردز که دنبال کار اینا هست، از اینکه این بلیط های اجرا تو نیویورک و چند شهر این حوالی نایاب شده بود خیلی خوشحال بود، گفت فروش آلبوم ها بالا رفته. ولی شنیدم که این سفر تازه برای دستگرمی بود، زمستون قراره برگردن برای یک تور سراسری دور آمریکا، که یعنی کمپانی رو محبوبیت اونا در چند ماه اخیر حساب میکنه. بهنام، تو یکی از موزیک ویدیوهای این گروه هم پیدا کردی که در برنامه امشب پخش بشه، تا خودت هستی مقدار راجبش توضیح بده. این چه ویدیویی پخش میشه؟ این آهنگ آلبتراس است از همین آلبوم اسمادر، اولین تکترانی که از این که تیکش هم دیدی تایید گذاره. مرسی بهنام از این گزارش در نیویورک. این ویدیو رو میبینیم. مرسی بهنام. خب با پخش این موزیک ویدیو ما هم به لحظات پایانی برنامه امشب نزدیک میشیم. از همه شما دوستان سپاسگزارم که تا این هنگام با ما همراه بودید و امیدوارم مجموعه امشب مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. شما غیر از فیسبوک و توییتر میتونید از طریق ایمیل آدرس shabahang@voanews.com با ما در تماس باشید و نظراتتون رو درباره بخش‌های مختلف برنامه با ما در میون بذارید. ظرف روزهای گذشته ایمیل‌های زیادی از طرفدارای آقای سیاوش قمیشی دریافت کردیم. دوستان میخوان که ما حتما با ایشون گفتگو رو ترتیب بدیم که باهاشون تماس گرفتیم. فعلا سرشون شلوغه، ولی قطعاً در هفته‌های آینده وقتی برنامه آزادتری داشته باشن با آقای قمیشی هم گفتگو خواهیم کرد. تا شباهنگ دیگه و برنامه دیگه براتون تندرستی و سعادت آرزو میکنم. روز شبتون بخیر.